سلام سلام و درود به شما عزیزان، هر کجا که هستید، هر کجای ایران، هر کجای جهان و منتظر دیدن و شنیدن خبرهای ویژه هستید از جمهوری بسیار بسیار ویژه فقیه، حکومتی که نازل شد از آسمان با ملائکه‌ای که میبینید دیگه در ایران در همه سوراخ سنباد حاضر هستند به عنوان خود علی خامنه‌ای تا نماینده هاش در شهرهای مختلف ایران در همه نهادها و بقیه موضوع. و واقعا هم انصاف باید داد، خمینی گفته بود تو پاریس، گفته بود که ما تا صندوق خونه خونه شما با شما کار داریم، دستورالعمل داریم. خمینی این دستورالعمل هم اجرا شد دیگه، حتی مثلا تو سینما خب جلوی عالی شده داریم میبینیم دیگه، تو اتاق خواب و زیر لحاف و اون پایین تر از اتاق خواب در حیات منزل و نمیدونم در پذیرایی و زن و شوهر تنها هستن، لچکه باید به سر بشه، دستورالعمل از اتاق خواب و صندوق خونه. حالا با همینا هست که اسرائیل به زانو در اومد که هیچی، یعنی عملا اونطوری که آخوندها دارن کم کم میرسیم به این نتیجه، با روایت آخوندها اسرائیل عملا نابود شده، محو شده. الان ما نقشه هم که نگاه میکنیم به چشم دیگه نمیان، تار شده اصلا دیده نمیشه، در حال محو شدن است با همین تهدیدات، دیگه به عملیات لازم نیست. اون جنسایی هم که فرستادن 2300 تا موشکی فرستادن، فقط خواستم بگن از اینا هم بلدی، عمدن هم نذاشتن، خودشون نمیخواستن به هدف بزنن وگرم میزدن، مثلا ثابت کنن که با انفاس الهی تونستن اسرائیل رو نابود کنن. و الان هم دو جلوه داره، یکی از نظر معنوی و ایناست با انفاس الهی و اینا نابود میکنن که در حال نابود شدن کامل، یکم برای چشم این اهل دنیا عقلشون به چشمشونه، عملا باید به طریق کلاسیک هم چه کنن، از طریق نظامی هم نابود کنن. اینا هم هست، اینه که کار به مراحل خطرناکی رسیده. این نتانیاهو و بقیه مسئولان اسرائیلی توجه نمیکنن، کار به جای خطرناکی رسیده. بمب اتم و اینها رو فراموش کنید، الان لشکری داره پرده برداری شده ازش داره به میدون میاد که اولین قدم هاش بی نهایت خطرناک خواهد بود. اسرائیل به نیروی نظامی هوایی زمینی اینا موشکی اینا ننازه، حتی آمریکا هم ننازه که وقت نازیدن نداره، آمریکا الان نزدیکای انتخاباته. این لشکر داره به چی؟ داره به میدون میاد، اومده عملا، ولی وارد عمل نشده. وارد عمل نشده. شما فکر نکنید شوخی است. برجستگی این لشکر نشون دهنده نوع سلاحی است که حمل میکنن، که هنوز کاملا از نظر علمی شناخته شده نیست و از نظر نظامی هم قطعا. میبینیم از ما گفتن، از اسرائیل هم نشنیدن طبعا، ولی این خطر رو امیدوارم جدی بگیرن. آمد لشکری که واقعا نباید کار به اینجا میرسی که رسی. و هم میبینیم ادامه میدیم، کلی خبرهای ویژه داریم برای شما عزیزان از جمهوری ویژه فقید. سپاه ما را مقام انتقام.
بله، رقص بسیار بسیار زیبای کرمانچه، یکی از زیباترین رقصهای فولکلوریک محلی در عرصه میتونم بگم بین المللی که جاش خالیه در جشنواره‌های رقصهای فولکلوریک که هر از چنگا در اروپا برگزار میشه. و ما پیش از اون دیدید دیگه وارد شدن دیگه، وای اگر خامنه ای حکم جهادم داد. این قبلا هم نیایید بگید بلافاصله که آه خمینی هم همین حرف رو زد، یا این حرف رو زدن زمان خمینی، وای اگر خمینی حکم جهادم داد ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد. ولی سر از این که سر و ته کردن از راه قدس از کربلا میگذرد، برگشتن به ایران هست و بعدها نیل فروشان از طریق به اصطلاح کربلا جسدش برگشت به ایران. نگید اونو. چرا؟ چون شعار فرق میکنه. داره میگه وای اگر خامنه ای، فرق میکنه با خمینی. به همین سادگی. دیدید دیگه اینا رو کی تعریفشون. حالا یک کار دیگه شاید بشه کرد. من به همین آخونده پیشنهاد میکنم 40-50 از اینا رو صادر کنن به اسرائیل به یه شیوه مختلفی. اینا میتونن خودشون به تنهایی همین جماعت میتونن کشورهای دیگر هم به همین وضعیت ایران برسونن. من حالا نمیگم نابودی، ولی به همین وضعیت ایران برسونن. سعی هم کردن صادر کنن و اینها، این راه قدس از کربلا میگذره، برای بعدا رفتن اونجا اگه قدس رو گرفتن حاکم کنن اونجا و بالاخره هدفهایی که میخوان برسن. به هر حال در همین مسیر این رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که باقری باشه، سلشکر محمد باقری باشه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، کل این ژنرال های مندرآمدی پاسدار و اینها، آمده گفته که انتخاب شیخ نعیم قاسم عزم حزب الله را مستحکم‌تر می‌کند. این یک عزمی داره این نعیم قاسم. البته مسئولان اسرائیلی گفتن که این دبیرکلیش که شده دبیرکل حزب الله، این زیاد طولانی نخواهد بود. یعنی گفتن خب اینم برمی‌داریم یا می‌زنیم یا هر چیز دیگه. ولی این گفته عزم حزب الله را مستحکم‌تر می‌کند. عزم حزب الله، نتیجه عزم حزب الله مثل عزم حزب الله و عزم حماس هر دو یه جنس هست. جنس دلارهای نفتی مردم ایرانه که علی خامنه‌ای میریزه تو حلقوم عزم اینا. عزمشون یه جنسه. نتیجه این عزم به خاک سیاه نشستن مردم غزه بوده با عملیات روسی 7 اکتبر گذشته و به خاک سیاه نشستن بخش بزرگی از مردم بیروت. بنابراین مال این مستحکم تره، یعنی بقیه تتمه بیروت رو هم از بین خواهند بود. حالا بخش دیگه هم ببینید، این شعار مرگ و اینا نیست که آمریکا و اسرائیل فقط نابود کنن، خیلی بالاتر از اینه. همه اون چیزی که اینا درست کردن و
آوردن این وسط ریختن، بقیه هم استفاده میکنن یا دیگران هم استفاده کردن، مثل همین رسانه های اینترنتی اینا نابود باید گردن. میگید نه؟ میگید نه؟ چون مرگ بر آمریکا اسرائیل کافی نیست، مرگ بر این اون اینا هم لازم هست، یا اون این هر دو لازم هست؟ میبینیم بر اسرائیل مجازی، مرگ بر اسرائیل مجازی، مرگ بر باستا، مرگ بر باستا، مرگ بر تلگرام، مرگ بر تلگرام، مرگ بر اینستا، مرگ بر اینستا، مرگ بر توییتر، مرگ بر توییتر، باستا تلگرام اینستا، باستا تلگرام اینستا. من نمیدونم این اطلاعاتی ها و بقیه بگیر به بند ها دارن چی کار میکنن. اینا نمیخوان خود اسرائیل، میگن اسرائیل مجازی، منظورش همین رسانه های اینترنتی هست، یا به طور مجازی اسرائیل رو بیمونن. اینا این باید گشت و پیدا کرد چی کارن اینا. ولی به هر حال قصد دارن بین بردن دیگه، واتساپ و تلگرام و همه اینا مرد بر اینا برداشته میشه. همون بهار و لنبار و اینا رو میخوان، کافیه دیگه. چقدر من میخوان استفاده کنی؟ چقدر ارتباط استفاده از بول و قایت؟ اینا بزرگترین مسئله هستیه، پای چپ پای راست در دار و خلا، از اینا مهمتر چی میخوان؟ حل کردن برای شما. تو چی میگردید شما دنبال این تلگرام و واتساپ و بقیه و اینها، اسرائیل مجازی و اینها؟ دارم خبرهای دیگه هم برای شما داریم، خیلی خبرهای ویژه از این جمهوری بسیار ویژه در ادامه ای بر. چه خوبه مال بار بنه، وای خدا باله عبه سونو، دست گل من دستم بو، وای خدا چشمه حسید گو، بلال بلال های بلال بلال، وای گلوم تون باده بردار، تا به خون و مسیح گلوم، وای خدا بلال و یار یار، خوم گل گلاب بسته این گلاب، خدا خون گل پردار، اردونه استم گل میره، وای مولا به ناس مردان، بلال بلال های بلال بلال، وای گلم تون بات مردار، تا به خون و موسی گلم، وای خدا بلال و یار یار. بله این ترانه یا سرود ما میگیم بختیاری ها، این بسیار قدیمی، البته اصلش برمیگرده عبدالمحمد للری، سیچه و این نمردی، چهارشنبه 21 خود گل بردی، یک ترانه بسیار عاشقانه و بسیار زیباست که به این شکل این دو ایرانی عزیز در حال سفر، زن و شوهر هستن، میخونن. یه بهمن عزیز، بهمن علاءالدین عزیزی ایشون هم خوند. البته این دو عزیز قسمت های مختلف ترانه های مختلف رو در کنار هم ترفیق کردن. برای من در این شماره ها سعیم این هستش که به همه گوشه و کنار سر بزنم و بیشتر جلوه بدم، بازتاب بدم هنر رو، اصطلاح هنر مناطق مختلف ایران رو، اقوام مختلف ایران رو که تشکیل دهنده رنگین کمان ملت ایران هستن، از بختیاری و کرد و بلوچ و همه عزیزان. ممکنه مثلا بخشی رو این شماره نباشه، شماره دیگه دست پیدا کردیم و اینها پخش کنیم، همه خواهند که ببینیم سری بزنیم ایران واقعا چه داره. غنی هست، فقط نفت و معادن دیگه نیست و گاز و بقیه، سرشار از منابع زیبایی هست، منابعی که در تنیدن به همه این فرش ظریف ایرانی تونستن ایران رو سرپا نگه دارن. و
این زیباست، زیباست واقعا. همون حیرت آفرینی که گاه فرش ایرانی من ایستادم. روان شاد، هوشنگ آزادی ور، دوست نازنین من که در مناطق بختیاری همراه با هوشنگ برادر من هر دو که البته از این طریق من آشنا شدم، مستندی داره راجع به فرش ایران و کتابی هم. من گاه میستم دو روی فرش ایرانی حیرت میکنم چه جور بم این ظرافتی که به کار رفته و در هم تنندگی در بقیه زمینه های هنر و فرهنگ هم همین رو ما میبینیم. از شما تا جنوب و از شرق تا غرب مناطق مغربی و بقیه. برگردیم به توانایی های نابود کردن اسرائیل که نابود کردن دیگه تموم شده. من تا یه خبرهایی من میخونم که خوده حقیقتش سر در نمیارم. چی؟ بالاخره اسرائیل حمله کرده یا حمله نکرده؟ به روایت جمهوری کم کم داریم میرسیم اونجایی که شکست قهرمانانه این اسرائیل که اینا وارد کردن در عرصه‌های نظامی. مثلا وزیر دفاع اومده گفته چی؟ هیچ جنگنده‌ای در حمله اسرائیل وارد ایران نشده است. خب قبول نشده است. اینا آتش‌بازی پدافند تا چه شلیک کردن رسید؟ هیچ چیز نیومد تو آسمون، بعد چی شلیک کردن؟ مردم از خواب بیدار کردن چرا؟ نیامده است. این اینو میگه؟ میگه آره هیچ چیز وارد نشده است. وزیر دفاع. خب نه این وزیر دفاع هم اسمش اینجا تو این خبر نیومده. از طرف دیگه وزیر خارجه حضرات بیاد چی میگه؟ اسرائیل از کانالی که آمریکا در عراق ایجاد کرده بود حمله کرد. اومده گفته من قبل از حملات رژیم صهیونیستی، بنابراین حملاتی بوده که قبل از اون، سفری به عراق داشتم و مقامات عراقی در بالاترین سطح، یعنی از اون پشت بون بالاتر، به ما اطمینان دادن که اجازه استفاده از پاک و فضای خود را علیه جمهوری اسلامی نخواهند داد. گزارش هایی وجود دارد، اینجا داره میگه این عراقشی، مبنی بر اینکه از فضای آن کشور استفاده شده است. درست؟ استفاده. پس بنابراین با بالاترین سطوح صحبت کرده رو پشت اون، خودشون فامیلش عراقشی، اقلا باید رعایت میگردن عراقشیه. و این کانال یا آمریکایی درست کردن در اختیارش، از اونجا اونه حمله کردن. وزیر دفاع میگه اصلا هیچ حمله‌ای صورت نگرفته. بعد این میگه ما با دوستانمون در دولت عراق در تماس هستیم تا شکایت خود را به مراجع بین المللی اعلام کنم. دست بردار. یعنی کدوم رو باور کنیم؟ دوم وزیر دفاع، یعنی خروس وزیر دفاع رو، قسم حضرت عباس اینو، یا دوم اینو خروس اون یکی رو. چی شد؟ نه دومه این، دومه خروس این یکی و قسم حضرت عباس اون یکی. بران اینو، این خبرام هست دیگه. گفتیم که یه خورده دقت کنین، دقیقا ما و بینندگان ما گیج نشن، واقعا گیج نشن. خب این عراقشی گفتم خودش عراقشیست دیگه، فامیل عراقی هم درش هست. و اما اینها از بس اومدن و تو این داستان ها چیز کردن، وحدت اسلامی و عراق رو و بقیه کشورهای عرب رو به همراهی و همکاری برای نابودی اسرائیل دعوت کردن و همه اینا، خبری نشد. اومدن برای رفع کوتی محکوم کردن بعضی کشورها، بعضی هم آنچنان محکوم نکردن، مثل اردن تشرم زدن به همه عراقشی. و این هم اومده پوز داده دیپلماسی، یعنی همین من اینقدر سفر کردم. یکی از نتیجه‌هاش همین که چی میگن، عراقی ها تره خورد نکردن برای درخواست شما که اجازه ندین. و گفته خود آقای عراقشی آمدن از کوریدوری که بوده اومده حمله کردن. حالا وزیر دفاع داره پاک میپاشه روش، بماند اونم کارش وزیر دفاعست دیگه، باید این طوری دفاع کنه. بعدم اومدید از کشورهای
عرب که اکثرا سنی هستن بیاین همراهی کنین. عراقچی رفته اینا در محکوم کردن اسرائیل در مورد غزه هیچ کدوم بسیار روی خوشی نشون ندادن. یکی از چرایاش بالاخره اکثریت خیلی از این کشورها اهل سنت هستن، سنی هستن، و شما چه اهانت هایی به اینها کردید از این بابت ها بماند. یکی از این اهانت ها دیگه به شیعه هم هست که بالاخره یه خدایی رو میپرستید و میپرسته، اونایی که غیر حکومتی هستن که غیر از این خداییست که شما تعریف کردید، که اصلا خدای شناخته شده شیعه و سنی دیگه به جای خودون زادن شما بازنشستش کردین، خدای جدیدی درست کردین که میشنویم از این آخوند توپولی. باید بفهمیم امیرالمومنین کجا زندگیامونه. به پیر به پیغمبر امیرالمومنین زندن. حی لایموت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. اگه ما یه عم نماز خوندیم و نفهمیدیم محبتی مولا چیه، گفتش به دردی میخوره. تعارف با هیچ بنی بشری ندارد. روز قدیر از نماز بالاتر است. روز قدیر از روز بالاتر است. روز قدیر از حج بالاتر است. چون منتسب است به ولایت اعلی حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. پیغمبر میشستن میگفتن یا علی، بلند میشدن میگفتن یا علی، راه میرفتن میگفتن علی علی. حالشه داریم بریم نجف، مجبوری بیای دیگه، حالشه نداشته باشی هم مجبوری بیای. پرتغال فروش رو رها کنید، پیدا کنید گردن این بابا رو. من پیغمبرم مینشست بلند میشه میگه یا علی، میگید نبرید از خود پیغمبر بپرسید اکتونشین. با شما خواهیم بود و ادامه خبرهای ویژه باز هم داریم بسیار برای شما عزیزان تا لحظاتی دیگه. و این نکته رو بگم که شادی مردنی نیست، پیر و جوان هم نمیشناسه. در همه جای دنیا سن یه امر نسبی است. میبینیم در رقص زیبای این عزیزی که خواهید دید. دیدید رقص زیبای آذری چقدر زیباست. و گفتم شادی سن نمیشناسه، پیر و جوان نیست، زندگی است، زندگی است. و اما در ادامه خبرهای جنگی ولکن نیستن تا این قضیه نرسونن به یک پیروزی و محو اسرائیل که دیگه محو شده، تموم شده رفته، حالا نه نظامی ولی کلی، به طور کلی مثلا از این اصطلاحات که به کار میبرن به کن نیستن. آمده گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در همین مان تابناکن، با بیان اینکه در حمله رژیم صهیونیستی آسیب جدی به چرخه تولید موشک وارد نشده، گفت جمهوری اسلامی ایران توان حمله ده ها برابری وعده صادق دو رو داره. شما با اونجا اولا پس این وزیر دفاعی چی گفت؟ این که حمله نشده، این رئیس کمیسیون مجلس داره میگه شده،
ولی چیزی از بین نرفته، یعنی هواپیمای اسرائیلی آمدن دیگه، آمدن و اونجا گشت زدن، احتمالا برای زیارتی چیزی آمده بودن و دیدن نه بعد نصف شبه، حالا بریم زیارت، نه اشتباه شد برگردیم بریم، یه چرخی زدن یه نگاهی کردن و همین برگشتن رفتن و اینا، چون به هیچی هم لطمه نخورده دیگه، نه به هیچی لطمه نخورده. ببون حالا این احکام و این دستورات و این چیز هم صادر شده، هر که عکسی فیلمی چیزی منتشر کنه حتی خطر اعدام داره، جایی که آسیب ندیده این همه شما دیگه چیز نداره که حکم شدید ها خلاص که نداره. این یکی هم که میگه، میگه اصلا ده ها برابر داره همین وعده صادر، وعده صادق دو، حالا دیگه مونده دیگه این وعده صادق سه، وعده صادق چهار، مثل امانوئل و اینها که گفتم اینم از این دیگه. خودتون میدونیم باور کنیم کدوم طرف، باور کنیم کدوم طرف رو باور نکنیم. اما سالیان سال تلاش شده که این مداحی رو وارد عرصه‌های مختلف بکنه، در مدارس که دیدین صحبه مداحی، در جاهای مختلف مداحی رسیده به زمین‌های فوتبال، ورزشگاه‌ها، هنگام مسابقات فوتبال یه مداحی بره اون قبلش خیلی تشویق کننده است، مداحی کنه مثل همین آخونده که دیدین دهان باز کرده، من نمیدونم با این میکر توپول و اینا صدای بدی هم نداشت، با این صدا رو پس انداختن. حالا مدا تو مسابقات فوتبال، من پیشنهادم این هست، پیشنهادم رو بعد میگم، اول بشنویم. در شمال ایران مدا میخواد چیز کنه، مداحی کنه، مداحی کنیم با هم میبینیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. فقط دوستان عزیز همکاری با آقا مداح عزیزمون جناب پیروی از آقا پیروی داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و احترام، قبول طعام، عزاداری قبول باشید. این چند دقیقه رو به احترام امیرالمومنین، شیعه های امیرالمومنین، یه چند دقیقه جلب کرد رو من نگم دارید. همه این سکوها، همه این مبادرات، جلب کرد این دستا بیاد به عشق امیرالمومنین بالا. اگه صدای مدارید دستا همه بیاد بالا، دستا بله اگه اشتباه نکنم در قائم شهر بوده که همون شاهی سابقه، نه فکر میکنم حالا گوشه از ایران شاهی، شهر شاهی اینو گذاشتن قائم شهر. مداحه رو میخواد بیاد بخونه، خب تماشاچی ها نشستن و فوتبال ببینه، شروع میکنن اعتراض به شکل بسیار زیبایی هم که هم سود زدن و سرودهای خودشون رو خوندن. ولی اینکه
پایان کار نیست. چرا؟ چون من یه پیشنهادی دارم. حالا که مردم ایران این همه قد ناشناس هستن، بیایید این مسئولان ورزشی، حاج آقا فلان و کبلایی فلان و همه اینا که سابقه بسیار درخشان انقلابی هم دارن در اعدام و کشتار بسیار ضد انقلاب و ایرانی ها، بیان به این پیشنهاد بدن به فیفا برای جام جهانی، به کشورهای اروپای انواع و اقسام، اینا که همه جور دارن با شما راه میان دیگه. یه پیشنهاد بده که در بعضی از این مسابقات به باشگاه ها، مثلا از بایر مونیخ گرفته تا مثلا یونایتد، منچستر یونایتد و بقیه و اینا، که آقا قبل از این مسابقاتتون تو زمین خودتون هست که صاحب رأی هستین اینا، هر کاری میخواین بکنین، یه چند مثقال هم مداحی بکنه برای صدور انقلاب. شما که دستتون گرفتن این دولت های اروپایی ده همه سال ها این ورمار بودن تو، من مکرون نبود از ذریع گرفت پشت در کنفرانس جی 7 بود چه بود. این من زامن که بعضیشون قبول میکنن، فیفا هم که میدونین چه پولهایی گرفتن و اینها، گندش در اومد و اینها، رشوه که گفتن قطر رو گذاشتن میزبان بازی ها آخرین جام جهانی. و بیان این کار بکنین دیگه، با شما نشستین اونجا چه میکنین؟ من باید از اینجا، من ضد انقلاب از اینجا به شما پیشنهاد دادم برای حفظ این ابتکارات عظیم و خلاقه‌ای که داری، بیاد این کار بکن. گفتم تیمای انگلیسی بالاخره یکی دو تاشون پیدا میشه، تیمای بقیه کشورها، ایتالیایی که نگو، با مافیام که به هر حال زدوبندی ممکن داشته باشی یا هر چیزی، از طریق سیسیل و اون طرف ها وارد بشی دیگه. از این بیشتر من چه بگم دیگه نمیگم، من اینکه سوء استفاده میشه از این پیشنهادات، دشمن برمیداره این ابتکارات شما رو مجانی استفاده میکنه خودشون از این مداهایی که دارن، مثلا در انگلیس همین وزیرک صادراتی رو بیان، حالا این همه خدمت کرده بید، حالا بیا یه چهار تا مدعی هم بکن، یا اون مسعود میرزای فلان بهنود رو، یا بقیه کسایی که دارن بیارن استفاده کنم، یه مفت و مجانی، و یا عده دیگه، و آلمان و بقیه جاها همینطور. برای فوتبال آمریکایی به درد نمیخوره، وگرنه میگفتم همین لابی جمهوری اسلامی، این پادوهایشون که اینجا هستن، اینا میتونن شروع کنن مدعی و اینا. مدعی فوتبال آمریکایی تماشاگرش علی حرفا زیاد نیستن، یعنی نمیشناسن، اول باید مدعی رو معرفی کردن، هم سرشون شلوغ انتخابات و اینها هست. ادامه میدیم با خبرهای ویژه دیگه در ادامه این برنامه. آوازها و رقصهای زیبای کردی، کردستان ایران، هموطنان کرد ما، چه رقصهای زیبایی، چه ترانه‌های زیبایی و چه طبیعت زیبایی. مردمان در کردستان ایران، هموطنان کرد ما در کنار هموطنان دیگه، مجموعاً تشکیل دهندگان رنگین کمان ملت ایران. امیدوارم همه روزی در همه مناطق ایران زندگی مرفعی داشته باشند و آینده روشن و پر از شور و شوق و رفاه فرزندان و نسل‌های آینده بود. بیش از 45 ساله حکومتی بر سر کاره که دایره خودی و غیر خودی داره، در این دایره چه فرق نمی‌کنه، از چه قومی هستی، کردی، بلوچی، بختیاری هستی، آذری هستی، هستی در دایره قدرت، غیر از اون همه بیرون دایره قدرت. و اما پیر جاهد رو نمیشین از یاد برد. پیر جاهد پاسداری که با
صحبت های میپرسید که مثلا این بایدن چه چیزی دیده از این حکومت که اینجوری حمایت میکنه. با خیلی ساده به یه مسائل دقت نمی کنی که اصل قضیه هست، اصل قضیه هست و بعد اون تحلیل هایی که میکنید نادرسته. مثلا وقتی یه کسی میرسه پیر جاهد میاد مثلا به بایدن میگه و تهدید میکنه، خب معلومه این بایدن هم با این وضعیتی که داره جا میزنن دیگه، جا میزنن، ترجیح میدن هر چی که هست بدن به این جمهوری اسلامی چون پیر جاهد وارد شده، پیر جاهد وارد شده. مثل یه نفر بود در لس آنجلس، حالا چون چهره شناخته شده یه اساس نمیبرن، اون زمان بوش که ای میگفت گزینه نظامی هم رو میز هست، آمد و گفت بله من با این حکومت مخالفم ولی اگه قرار آمریکا حمله کنه، حالا کسی هم خواستار حمله آمریکا نبود به هیچ وجه که هنوز هم نیستیم، من میرم و از خامنه ای معذرت میخوام و کنار خامنه ای میجنگم با این حمله اون. بعد من رفتم لس آنجلس دیدمش، گفتم آه ما هم سپاسگزار شما هستیم. چرا؟ گفتم برای این تهدیدی که کردی. بوش عقب نشست و گفت نه حالا میتونستیم بزنیم هرچی، ولی فلانی آمده از لس آنجلس میخواد بره و کنار خامنه ای علیه ما به جنگه دیگه ما شکست خواهیم خورد، نه 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 نگه دارین هیچ کار نکنیم. این حالا پیر جاهد، خب بوش اونطور جا زد، پیر جاهد هم بایدن رو تحت تاثیر قرار داد. اینا هست که مماشات میکنه، حمایت میکنه. میبینیم من فرماندهلرimden بسیجلرimden icazı istəyən mən bir dənə Baydenə burada bilsin vuram və bunu nəhvi bəqol itibat kilisi budur ki əvvəl tərəf müqabilini 2 dəfə adını çağırsan bəd xod evləri şəxsi kilisi bilsin tutar itibatda adın bir dəfədir. Bayden, Bayden, Pir Cahid, Bayden, Bayden, Pir Cahid, Bayden be quş baş. Tənha imtiyazı ki az ləzacət və kinət tuzi از انقلاب اسلامی ایران به دست آوردید به خاطر تکرار نام مبارک ایران بود که فارسی هم یاد گرفتید. باید به گوش باش، امسال در خیابانهای آمریکا دسته های عزاداری راه انداختیم، سال دیگر انشالله دسته های شبیخانی انجام خواهیم داد و اکنون مردم و بسیجان شهرستان پارسباب این رزمندگان به دنبال نامگذاری نامهای خیابان‌های و کوچه‌های آمریکا هستند و اگر ناراحتی بهتر است از این ناراحتی و از این عصبانیت انشالله بمیرید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بله این پیرجاد خبر داره که بایدن فارسی، ما که اینجا هستیم همین حوالی استاد کاخ سفید و اون طرف ها نمیدونستیم. اطلاعات پیرجاد درجه یک و بعدم راست میگه و از همین قبیل هست، گفته که این بایدن، حالا اون چیزی که پیر جاهد شاید اطلاع نداشته باشه و ما باید وظیفه مونه بگیم فردا گرفتار نکر منکر نشیم اون دنیا، اینه که ورداشه این خیابان پنسیلوانیا رو که کاخ سفید درش هست اینها، اون زیرش کوچیک نوشته از ترس این جمهوری خواه، به فارسی هم نوشته چون جمهوری خواهی که فارسی بلد نیست، من دموکرات ها بلدن که بایدن هم در رأس اونها هست دست کم در کاخ سفید. نوشته پرانتز کوچیک پیر جاهد به فارسی. فعلا از اونجا شروع شده، هنوز نرفته شروع کردن. بقیه خیابون هم لابد آماده دارن دیگه. اسامیش هم احتمالاً همین پادوهای جمهوری اسلامی. همین پیر جاهد دفعه دیگه رفتیم پنسیلوانیا از اونجا گذرتون افتاد. نگاه کنین خیلی ریز نوشین که نه متوجه نشن، به خصوص این جمهوری خواه، به خصوص ترامپ که اگه متوجه بشه واویلا. و من حیرت میکنم که چطور در دوشون اینشون پیام پیر جاهد ما رو خیلی وقت بشه تو این شرایط گفتیم دوباره پخش کنیم یادآوری کنیم. در اون 4 سال البته خب گرفتاری های ترامپ زیاد بود، متوجه نشد. بله اینم از پیر جاهد. خب ادامه بدیم با خبرهای ویژه‌ای که داریم برای شما عزیزان از جمهوری بسیار ویژه بقیه تا لحظاتی دیگر.
بله، آواز شمال ایران. بسیار دلنشین، بسیار دلنشین. و اما پزشکیان حکومت، مسعود پزشکیان بلا نسبت رئیس جمهور، دکتر پزشکیان آمده گفته، تأکید کرده که دولت چیه؟ بر مشکلات سیستان و بلوچستان بسیار واقف هست، واقف هست. ما در همین حدش باید بسیار سپاسگزار باشیم. وقتی واقف هست، واقف هست دیگه، چی میخواد؟ اولین بار نیست که این حرف زده میشه. و البته گفته باید رفع بشه این مشکلات. بله، باید رفع بشه. حرفو به هر حال احمد نژاد هم زده، اون یکی بلا نسبت روحانی زده و همه زده، خاتمی زده، خود گلاب بروتون رهبری جمهوری اسلامی زده، همه اینو زدن، باید رفت بشین. ولی خب توقع بی جایی دارن هموطنان بلوچ ما، سیستان بلوچستان ما، هموطنان دیگه، همه از آخوند شما میخواید رفت مشکل بکنه؟ خب دیگه از آخوند حالا یه کاری شده، رفتن آخوند رو برداشتن، علو علو کردن رو سرشون، گذاشتن که آقا بیاین این مملکت رو شما دیگه خیلی بیشتر بهترش کنید. مملکت در 57 هایزر هم اومد که به بقیه قول داد که آقا شما دخالتی نکنید، برید کنار ارتش، برید تو صفحه انقلابیون، اسمشو میذاریم بیطرفی. قیامت خواهش، محشر میشه. حلومن خمینی آقا این ارتش من نمیخوام، آقای خودتون باشین از این حرفا. حالا اومدن اون گفتن این آخونده بیان دیگه بهترش کنن دیگه، از امور کشاورزی تا صنعتی تا نظامی تا آموزشی تا همه اینا بهتر بشه دیگه. از آخوند توقع داشتن. میبینید که داره به کار خودش ادامه میده که ما رفع مشکلات سیستان وجه تأکید شد، تأکید 3-4 دفعه در هیئت دولت گفته شد، تقریبا یه بار بیشتر دفعاتی که بلا نسبت در دوره روحانی گفته شد. بله، اینم از این دیگه. چی میخواین غیر از چی میخواین؟ ادامه خواهیم داد با خبرهای ویژه دیگری که برای شما عزیزان داری. باز هم رس آغاز کرمان. همه مناطق ایران چه زیبایی هایی، چه زیبایی هایی. درود به این هنرمندان نازنین، به مردمان نازنین در منطقه، به همه هنرمندان در استانهای مختلف ایران، در جای جای ایران. و اما این یکی آمده، معاون رئیس جمهوری، معاون اول، این که پسرش دارای ژن بسیار نابغه است، شاید ژن خوب گفته بود مسیح. بله، که الان معلوم شده تو خیلی کارها این ژن خوب خیلی کارهای میکنه که بله. آمده و گفته نباید بازار به دلیل برخی شرایط رها شود، چون بوچه رو دارن میبرن مجلس و از این حرفا چه کردن. وضعیت خیلی بحران داره حکومت از نظر اقتصادی. در جلسه ستاد تنظیم بازار با تأکید، اینا خیلی تأکید میکنن، چقدر این دولت همش دارن تأکید میکنن، این دولت های مختلف از همون اول تأکید میکنن. میکر خود قوانی هم این شست اون بالایی تأکید میگه، این پایینی هم سلوات میفرسن. تأکید بر اینکه تنظیم بازار در هر بخش به عهده دستگاه زیر رفته است و با اقتدار از اختیار خود برای تصویب و اجرا کردن مصوبات استفاده کنند. یعنی بازار چی شد؟ یعنی بازار بیاد مصوبات دولت رو حمایت کنند. باید با دادن میدان و اختیار مدیران دستگاه ها بتوانند شجاعانه مصوبات و تصویبات خود را اجرایی کنند و از این حرف ها. ولی گفته بازار مهمه، بازار که همیشه برای آخوند و مخلفات آخوند مهم بوده،
بله حوزه بازار رو باید تنظیم کنن، در تنظیم بازار دولت باید یاری کنه با بازاریان و اینا. من نمیخوام بگم بازاری ها همه در این جنایات و همه این کارها سهیم هستن، ولی اکثرا اونایی که در دایره حکومت هستن و فرزندان اونها خب شریک قافله هستن دیگه، شریک قافله دزدان هستن در واقع، با گذاشتن رو گردن مردم دیگه. از هر چی که بگید دیگه، من چه بگم شما ندونید دیگه. در ایران و بازوی اقتصادی روحانیت آخوندها بازار بوده، همیشه بوده، در به قدرت رسوندنشون هم بازاری ها بوده. بخشی از اونها بعدن که همراهی نکردن با خمینی اعدام شدن، شاید هم برای پوشاندن اسرار بسیار. و اما اینا اومدن خمینی، اول برنامه من گفتم، گفته بود که ما تا صندوق خونه شما براتون دستورالعمل داریم، و اومدن به تمام سوراخ‌سنبه های زندگی روزمره مردم ایران کار دارن. یعنی مردم ایران باید بشینن طرز آب خوردن رو از آخوند یاد بگیرن دوباره، مثل خیلی از این فاند بگیرا در این واشنگتن هستن که فاند میگیرن، مثلا وبسایت رو انداخته، طرز مسواک کردن رو یاد میدن به مردم ایران، فارسی وبسایت و چیزهایی در این حدود. حالا باید نشست و از آخوند جماعت، اینی که حالا پزشکان یا کسانی یه چیزایی در مورد چگونه آب بخورید و بنوشید و اینها، که البته ما اصطلاح خوردن رو هم برای آب به کار میبریم بیشتر، اون بحث دیگری است چقدر آب بخورید، ولی اینکه یه آخوند بیا و طرز آب خوردن و ایستاده ضرر داره، مثل تنبون پا کردنه، شلوار پا کردن، رو به قبله نباشه، نشسته باید شلوار پا کنید و از این بگیرید تا آب خوردن رو آخون داره. اینا چون صاحب علم لدنی هستن، خب انواع اقسام دیده، یعنی مثلا در حوزه تنبانی پا میکرد اگه ایستاده بود، اول تنبانی رو باید در میورد، تنبانی پا میکرد، خب این یک جورایی خطرناک میتونست باشه با این حشر و مؤمنینی که همه جا هستن و چشم ناموس مردم دارن، به قول مردم حتی با جناقشون در حوزه هم که باشه. میبینیم چگونه آب بخوری. آب میخوای بخوری، روزها ایستاده آب بخور، شبها نشسته، چون بیماری لاعلاج برات ایجاد میکنه. یادت رفت ایستاده آب خوردیم؟ اگه میشد کاش بالا میآوردیم. من همه روایت ها. بله این نشسته، نشستم نبود دیگه، به زانو نشسته بود، همین هم کافیه. حالا مثلا نوشابه های دیگه رو چجوری باید بخوریم؟ پپسی، کوکا، ما و شعیر، نوشیدنی مثلا کاملا مکتبی و بقیه رو این دیگه توضیح میدن. علما کارشون همین هست دیگه، میرن میشینن مسائل ازلی رو که گفتم حل کردن، بشر آدم گرز به کول، حضرت آدم این بیچاره وقتی میخواست دارالحرم، در دارالخلا توالتش فرنگی نبود البته، میموند، چون ببینشه که آخونده گفتن آدم و بقیه پیغمبرا اول خدا همه رو جمع کرد، بیانیه اطلاعیه داد و فراخوان داد، همه جمع شدن، گفت ببینید از همین الان اگر ولایت علی رو قبول داریم من بعدا بهتون پیغمبری رو میدم، جوازشو میدم، ندارید و سلام برید پی کارتون. اینو گفتن ما پخش کرد. خب وقتی که ولایت رو میپذیرن که نمیشه دارالخلا همینطوری برن مثلا با کاغذ توالت فرنگی ها و اجنبی ها و کفار برن، لابد با آفتابه میره، آدم هم با آفتابه رفته توالت دیگه. خب ایستاده بود گرز به کول که پای چپ اول پای راست، حل نشد تا آخونده ایران حل کردن. الان رسیدیم کار اینا اینه، میشینن و این مسائل ازلی بشر رو
حل میکنن. دیگه از این بهتر چی میخوان؟ حالا امیدواریم که پپسی و کوکا و بقیه چیزا رو چجوری بخوریم. درازکش هم میشه مثلا پپسی خورد، آب خورد، نمیشه، چجوری هست؟ ثواب داره؟ نداره؟ و بقیه با شما خواهیم بود همچنان در ادامه برنامه. خب بله، دیدیم کهنسال عزیز رو با جوانی در حال رقص. شادی مردنی نیست قطعا. به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق علی و امین عزیز همکاران در تولید این برنامه برای شما روزگار خوشی رو آرزو می کنم. امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان آسماری، کوساران دنا، دراک، الوند، کوزاگرس، تفتان، بینالو، درفک و شیرکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار، باد ایران هرگز نخواهد.